کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. مخاطب گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخانی و افزایش سطح اطلاعات مفید برای همگان با فشردن دکمه سابسکرایب و به اشتراک گذاشتن آثار این شبکه ما را در این راه یاری فرمایید. همه مردان شاه، نوشته استفان کینزر، خبرنگار سابق نیویورک تایمز. کتاب همه مردان شاه گزارشی است مبسوط از کودتای 28 مرداد مقارن با اوت 1953 که حوادث منجر به کودتا را به طور دقیق و ساعت به ساعت گزارش کرده است. مصدق از قصور هموطنانش در اعتراض علیه قرارداد انگلیس پرسیا مفقود بود. پس از چند ماه به این نتیجه رسید که آرمان میهن‌پرستی ایرانی برای همیشه با شکست مواجه شد و در سرزمین مادریش برای او جایی نیست و تصمیم گرفت که درخواست سرهنگی از فیلیس را به جریان بیاندازد و بقیه عمرش را در فیلیس با استقال به رسالت سپری کند. متاسفانه روانی مهاجرت فیلیس دشوارتر شده چون اقامت در سوئیس آخرین انتخاب او بود و خصوصاً با تاخیر تصمیم شده بود به فکر تأسیس شرکت واردات و صادرات افتاد و تصمیم گرفت به ایران سفر و در آنجا با بازرگانان ایرانی قرارداد ممتد کند. به محض ورود به خاک ایران دوباره درگیر سیاست شد. در سفر به ایران از استان فارس عبور کرد که مقامات محلی از حضور او آگاه شدند با پیشنهاد پول فراوان از او خواستند تا استاندار شود. او پذیرفت هرچند که پیشنهادهای مالی را رد و اصرار کرد که بدون دریافت حقوق خدمت کند. رضاخان پس از اینکه در سال 1921 به قدرت رسید کوشش کرد تا از استعدادهای آشکار مصدق استفاده کند. همکاری کوتاه مدت ناامیدکنندهای بود. مصدق ابتدا وزیر دارایی شد، مقامی که در واقع شایسته آن بود، اما به محض شروع کار در این مقام مبارزه با فساد را آغاز کرد که رضا شاه و یارانش را ترسانید و مجبور به استعفا شد. سپس استاندار آذربایجان، جایی که اتحاد جماهیر شوروی سعی در ایجاد جنبش‌های جدای طلبانه در آن داشت شد، اما به دلیل آنکه رضاخان از دادن اختیارات کافی به وی نسبت به یک پایگاه نظامی خودداری می‌نمود استعفا کرد. چند ماهی در مقام وزیر امور خارجه فعالیت کرد و در نهایت به این نتیجه رسید که رضاخان برخلاف او فاقد غرایز دموکراتیک و خوی ضد امپریالیستی از سمت وزارت خارجه نیز استعفا و در انتخابات مجلس شرکت کرد و به سهولت به عنوان نماینده مجلس انتخاب گردید. اکنون او یک نماینده مستقل بود و به سرعت به سرسخت‌ترین مخالف شاه تبدیل شد. هنگامی که مصدق در سال 1924 به عنوان نماینده وارد مجلس شد، سیاستمداری تمام عیار بود که درک عمیقی از کشور از نظام سیاسی از اون بالاتر از همه عقب ماندگی از داشت. جان را به غارتگری اربابان بیگانه منصوب می‌کرد، اما هرگز واقعا عضو یک نهاد سیاسی نبود.
به جهت اصراری که بر اعمال یکسان قانون در مردم داشت، بسیاری از ایرانیان ثروتمند و بانفوذ او را قائم به طبقه می دانستند. حتی بعض از حامیان او از اعتماد به نفس بی حدش که موجب می شد منتقدان خود را نادان و احمق دانسته و آن را نادیده بگیرد آزرده بودند. ظاهر مصدق به نفع سرسیدید مانند شخصیتش غیر معمولی بود. قد بلندی داشت اما شانه های فرو افتاده و خمیدهاش که انگار بار سنگین را تحمل می کردند به او تصویری چون یک محکوم می داد که صبورانه به سوی محل اعدام می رفت. صورتش کشیده و با چشمانی غمگین و بینی بلند و بسیار معروف که دشمنانش اغلب آن را با منقار کرکس مقایسه می کردند از دیگران متمایز بود. پوستی نازک و گندمگون داشت و به طور کلی با چنان ارادهی زندگی می کرد که بسیاری از هموطنان در او را منبع الهام موثر یافتند. در تحصیلات روشنفکری یک سر و گردن از دیگران برتر بود. چیزهایی که در بعضی کشورها برای سیاستمدار نقطه ضعف به شمار می رود اما در ایران مردم عادی اغلب اشخاص این چنین را تحسین می کنند. ورود او به مجلس معرف آغاز مرحله جدیدی در سمت نمایندگی او بود. چنان که یکی از عموزاده‌هایش به دفتر خاطر می‌کنید با چشمان فرو افتاده و پیشانی بلند اشرافی به نظر می‌رسید این صدق مردی باشد که به دفتر از نظر او تنها فقوی مردم مجلس بود. صرف نظر از اینکه چه اندازه در انتخابات تقلب شده و چه اندازه اعضای آنخاب را هستند مجلس تنها جایی بود که قدرتش نه به نفوذ بیگانه نه به خاندان سلطنتی بلکه به اقتدار قانون اساسی مجلس سکوی خطابه او شد. بارها انتخاب شدن توسط مرحوم تهران موجب شد که از تریبون مجلس استفاده کنند تا رفتار نادرست دولتهای روسیه انگلیس و بعدا آمریکا را محکوم. وقتی میگفت ایرانیان بهتر از هر کس قادر به اداره امور خویشند نه تنها یک عقیده که هدفی را اعلام میکرد که میبایست با عزم راسخ آن را دنبال کنند. تا اینکه تصویر او روی جلد مجله تایمز ظاهر شد و پایه های نهاد نفتی جهان را لرزاند. اگرچه مصدق از خود تصمیمی ایرانیان دفاع می کرد اما به همکارانش به نمایندگان مجلس ایمان اندکی داشت و تنها عده قلیلی از نیش زبان او در امان ماندند. مصدق آنها را متهم می کرد که ترسو به ابتکار و بدتر از همه فاقد عرق میکرسی هستند. اعتراضات و انتقادات او از پشت تریبون مجلس هم تحقیق کننده و هم نمایشی بود. حرکاتی خشمگین و دستهایی که بی اراده مشغول پاک کردن اشکهای معروف او بود که به هنگام خشم ناتوانیت سرازیر میشدند. با صداقت یک کشیش که به همراه قربانیانش رنج میبرد حتی وقتی آنان را افشا و بینقاب میکند شنوندگانش را به واد انتقاد میگرفت. متشخص بسیار احساساتی و سرتاپا اشرافی آنچنان به کشورش ایمان داشت که سخنانش به گوش مردم عادی رسید. مصدق اولین رهبر واقعا محبوب ایران بود و خود این را می‌داند. اگر ایران تنها با مسائل و مشکلات داخلی روبرو بود، مصدق ممکن بود هنوز به عنوان حامی پرسور اصلاحات تجددگرایی تلقی شود. اما مشکل اصلی کشور در وابستگی آن به قدرت‌های بیگانه، خصوصا انگلستان و بالاخص شرکت نفت انگلیس ایران. بسیاری از ایرانیان خود را تسلیم این قدرت‌های تحمیلی می‌کردند، اما مصدق هرگز. مصدق در خلال سالهای اول نمایندگی در مجلس غالبا برای سخنرانی به پا میخواست. در موضوعات مختلف از فساد ارتش گرفته تا قانون جدید در ایران به سخنرانی میپرداخت. اما محور اصلی نطقهای او اغلب دموکراسی و استقلال خود بود. در یک سخنرانی گفته بود اگر سعادت و رفاه کشور با کار ملتهای بیگانه تعمین میشد هر کشور میبایست بیگانگان را به کشور خود دعوت کند و اگر انقیاد و تصمیم سودمند بود هیچ کشور تحت سلطه‌ای برای استقلال خود به جنگ‌های خونین با خسارات سنگین متصل می‌شد. در 29 اکتبر سال 1925 یکی از وسیع‌ترین و دامنه‌دارترین شهرها که تاکنون مورد بررسی مجلس قرار گرفته بود از سوی حامیان رضا به مجلس ارائه شد که مستمل بر درخواست خلع قاجار و تعیین رضا به عنوان شاه بود. مصدق به هر آسف داد و وقتی که نوبت سخنانی رو فرازی همگان سکوت کردن. ابتدا قرآن به دست گرفت و از نمایندگان حاضر درخواست کرد تا اقرار کنند به قرآن سوگند خودند که از رژیم مشروطه دفاع کنند. همه چنین کردن. سپس در یکی از طولانی‌ترین و پرسورترین سخنانی‌هایش از دستاوردهای رضا قدردانی کرد اما گفت
اگر رضا میخواهد بر کشور حکومت کند، باید نخست وزیر شود. تمرکز سلطنت و قدرت اجرایی در دستهای یک نفر ارتضا و استبداد مطلق خواهد بود. روشی آنچنان نابهنجار که حتی در زنگبار هم امکان اجرا ندارد. مصدق تلویحا نسبت به تمایلات استبدادی رضا هشدار داد و پیشبینی کرد که به سلطنت رسیدن او کشور را به کامل استبداد خودکامگی خواهد رسید. مصدق پرسید آیا برای رسیدن به دیکتاتوری بود که مردم در انقلاب مشروطیت جان خود را فدا کردند؟ اگر فرم را قطع و بدن را قطع کنند، با این فرم موافقت نمی‌کنند. مصدق دچار این توهم نبود که می‌تواند مانع پادشاهی رضا شود. رضا قدرت رو به افزایشی بود در کشوری در آستانه نابودی قرار داشت و مجلس تنها دو روز پس از مصاحبت مصدق تاجگذاری رضا شد. رضا در مراسم تاجگذاری مانند ناپلئون تاج مرصع را خود بر سر نهاد به نشانه عزم راسخش برای حکومت آنچنان که خود میخواهد. چند ماهی به تنهایی حکمرانی کرد و سپس مطمئن از قدرت خویش نخست وزیر برگزید و به او دستور داد تا وزارت خارجه را به مصدق پیشنهاد کند. حرکت زیرکانی بود. مصدق حمایت مردمی و اعتبار ملی خط ناپذیری داشت که میتوانست به خوبی به دولت نوپا خدمت کند. مصدق اما پیشنهاد را رد کرد و ترجیحی هم نداشت. او علاقمند بود که نماینده مستقل باشد و بدون تردید میدانست که بیزاری او از دیکتاتوری و خودکامگی به زودی او را در مقابل شاه جدید قرار خواهد داد. او به رد پیشنهاد الحاق به هیئت دولت اکتفا نکرد و وقتی بالاخره هیئت دولت تشکیل شد آن را محکوم در سخنرانیش به نفر از وزرای آینده را به جهت نقش آنان در انعقاد قرارداد انگلیس پرشیا خائن نامید. رضاشاه طی ماههای بعد چند بار به مصدق پیشنهاد مقامهای دولتی مانند رئیس دیوان عالی کشور و حتی نخست وزیری داد و مصدق همه آنها را رد کرد. وقتی که در پایان سال 1926 دوباره به عنوان نماینده مجلس انتخاب شد، تا آنجا پیش رفت که از ادای سوگند خودداری کرد، چرا که متضمن وفاداری به شاه بود. این عمل میبایستی مانع از آن شود که به مجلس راه یابد، اما شخصیت محکم و نیروی ارادهاش مانع از مخالفت به او شد. مجلس مانند دیگر نهادهای ایران خیلی زود در حد مهری لاستیکی برای رضا شاه تنزل کرد. رضا شاه احزاب را غیرقانونی اعلام و رهبرانشان را از خدمات اجتماعی محروم کرد. به محض شروع این اقدامات سرکوبگرانه تردیدی نماند که مصدق به زودی یکی از قربانیان آن خواهد. وقتی که موعد انتخابات 1928 نزدیک شد، رضا شاه دستور داد که شمارش آرا باید به نحوی صورت گیرد. هیچ یک از مخالفین او به مجلس راه نیافت. مصدق جز افرادی بود که در انتخابات فرج کرد. در سن 45 سالگی به نظر می‌رسید که حیات سیاسی او به پایان رسید. چند راه عملی و ممکن برای این سیاستمدار معذور وجود داشت. می‌توانست از مخالفت با رضا شاه دست بردارد و در درون رژیم مشغول به کار شود، اما این امر با توجه به اصول اعتقادی او غیر ممکن بود. می‌توانست با اقدام به فعالیت‌های براندازانه با رژیم مبارزه کند که ممکن بود موجب قتل او شود، کما اینکه چند تن از متحدین قدیمی رضا شاه هنگامی که شاه نسبت به وفاداری آنان تردید کرد به چنین سرنوشتی دچار شدند. انتخاب آخر بهترین انتخاب بود که نه تنها با زمان بلکه با شخصیت مصدق هماهنگی داشت. او به سادگی از انظار مخفی شد و به ملک شخصیاش در احمدآباد چشمایی غرب تهران رفت و خود را وقت مطالعه و کشاورزی تجربه کرد. نام او از روزنامه‌ها و مباحث عمومی پخش شد، همچنان که قدرت رضا شاه افزایش می‌یافت، تصویر مصدق کمرنگ و سپس محو کرد. بیشتر ایرانیان تصور می‌کردند که زمان او به سر آمده خود مصدق. مصدق بعد از گذشت چند سال اولی از تقصیر خودتخمینی به جهت مصائب تنهایی و انزوا کاهش وزن یافت و از شنیدن اخبار پیمان 1933 بیمار شد. پیمانی که به موجب آن رضا شاه حق به شرکت انگلیس ایران را برای اداره صنعت نفت کشور تعیین کرد، آنقدر از دهان خونریزی کرد که در سال 1936 ناچار شد جهت مشاوره با متخصصین به آلمان سفر کند. در آنجا علت بیماری را نیافت. رضا شاه حتی در زمان بیماری مصدق را ترساند. روزی در سال 1940
سربازان در مقابل خانه مصدق در احمدآباد ظاهر شدند. خانه را در جستجوی مدرکی دال بر دخالت او در براندازی حکومت زیر و رو کردند و سپس اگرچه مدرکی نیافتند اما مصدق را توقیف کردند. او در کلانتری با عصبانیت به رئیس اعتراض و به قانونی استناد کرد که به موجب آن اتهام هر زندانی باید واضح باشد و در غیر این صورت ظرف 24 ساعت آزاد گردد. رئیس در پاسخ گفت تنها قانونی که میشناسد خاص رضاشاه است که دستور حبس مصدق را به هیچ اتهامی صادر کرده است. این امر مصدق را از کوره به در کرد. او را سوار اتومبیلی کردند که منتظر بود تا وی را به زندان ببرد. در راه ظاهراً به قصد خودکشی قرص آرام بخش زیادی مصرف کرد اما فقط به حالت اغما فرو رفت. در سلولش یک بار سعی کرد با تیغ رگ دستش را قطع کند و بار دیگر دست به اعتصاب قضا زد که این اعمال موجب شدند تا زندانبانش آنها را نشانه جنون مزمن بنامد. پس از چند ماه به وساطت ارنست فون دوست سوئیسی شاه که در بیمارستان احتیایی مادر مصدق بستری شده و بهبود یافته بود اجازه بازگشت به احمدآباد یافت و در آنجا تحت نظر قرار گرفت. مدت 20 سال که بخشی از آن در فعالیت‌های سیاسی و بقیه در گمنامی سپری شد، مصدق رضاشاه و رژیمش را بزرگترین دشمن ایران می‌دانست. و اینک ناگهان رضاشاه رفته بود که به معنی تغییرات زیادی هم برای ملت و هم برای شخص مصدق بود. انتخابات 1943 اولین انتخابات آزادپس از سال‌ها بود. مصدق از خلوتگاهش بیرون آمد، در انتخابات مجلس شرکت کرد و بیشترین رأی را به خود اختصاص داد. اما هرچند که دشمن قدیمیش از سلطنت خلع شده بود، دشمن جدید و قدرتمندی ظهور کرده بود که مانع تحقق رویاهای او در مورد ایران بود. انگلستان، به ویژه شرکت نفتی انگلیس ایران که کشور را به نحو بی‌سابقه‌ای تحت سلطه خود درآورده بود. مصدق اینک می‌بایست توجه خود را معطوف این دو کند.